نمایشگاه کتاب تهران. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. این نمایشگاه بعد از 3 سال بچه‌ها برگزار شده دوباره که به صورت حضوری هسته. شما ازدحام جمعیت رو می‌بینید. من خیلی خوشحالم که انقدر مردم ما به کتاب و کتابخانه اهمیت میدن. بچه‌ها برای حمایت از ما لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون رو انتشار بدید و اینکه لایک کنید، ممنون میشم. امروز ما اومدیم مناطق مختلف و غرفه های مختلف نمایشگاه کتاب رو به شما نشون بدیم و با ما همراه باشید. بچه ها میخواستم براتون از معماری گسترده و زیبای مصلی امام خمینی بگم که چقدر زیباست و بزرگه. بچه ها این اراضی قبلا اراضی عباس‌آباد بوده که قبل از انقلاب 57 قرار بوده که بشه شهستان پهلوی، اما بعد از انقلاب 57 سال 61 دکتر معید طرح نهایی این مصلی رو میدن و اینجا تبدیل میشه به مصلی امام خمینی که مراسم مذهبی، نماز جمعه و نماز عید فطر اینجا برگزار میشه. مصلی امام خمینی هستم. میخوام بخش های مختلفش رو بهتون معرفی کنم که از جمله این بخش ها شبستان، محراب شهدا، صحن غربی و همینطور ایوان بزرگ مصلی هستش. دوستان عزیز، شما میتونید به اینجا مراجعه بکنین، ببینید چقدر معماریش زیباست، معماری ایرانی اسلامی هستش. یک حوض بزرگ در وسط ایوان وجود داره که واقعا من اول که وارد شدم توجهم رو جلب کرد، چون خیلی جالب بود. این رو بهتون بگم که این صحن بزرگ هنوز معماریش کامل نشده. شما میبینید که هنوز معماریش ادامه داره و در روند تکمیل شدن هستش.
همینطور غرفه های فوق العاده زیادی وجود داره در جهت کتاب های کودک، نوجوان، بزرگسال، علمی، تخصصی. شما میتونید تمامی کتاب هایی که بخواید رو اینجا پیدا کنید. همینطور اگر اومدید به کتاب و کتابخانی بپردازید و کتاب بخرید، اگر یه وقت گرسنه بودید میتونید به غرفه های مختلف اینجا سر بزنید که غذاهای بهداشتی تهیه میکنن و شما میتونید از اینها استفاده بکنید. من دیگه فکر میکنم نکاتی که باید راجع به بیرون مصلی بهتون میگفتم رو بهتون گفتم. حالا میخوایم بریم غرفه های داخل رو یه سری بزنیم ببینیم چه خبره. با ما همراه باشه. عزیزم الان اومدیم که بخش ناشران خارجی رو بهتون نشون بدم که در ضلع شرقی محوطه قرار داره. بچه ها در 33 دوره برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 170 ناشر خارجی اینجا حضور دارن که به صورت حضوری کتاب های عربی و لاتین و انگلیسی رو برای شما عرضه کردن که شما میتونید بیاید اینجا و از این کتاب ها استفاده بکنید. با من همراه باشید که غرفه های مختلف رو به شما نشون بدم. می‌بینید اینجا هم کتاب‌های تخصصی وجود داره هم کتاب‌های عمومی که شما می‌تونید برای استفاده از این کتاب‌ها هم اطلاعات عمومیتون رو بالا ببرید، همین که در رشته خاصی که مطالعه می‌کنید از این کتاب‌ها استفاده بکنید. با من همراه باشید. برای مثال بیایید سری به کتاب‌های این غرفه بزنیم ببینیم چه جوریه. این کتاب رو مشاهده بکنید که کاملا به زبان اصلی و زبان انگلیسی هستش که عزیزانی که علاقه‌مند هستن میتونن بیان و از این کتاب ها استفاده کنن. این کتاب راجبه ماجراجویی درباره چای هست. Adventures in Tea. میتونید تو موضوع‌ها و تاپیک‌های مختلف از این کتاب‌ها استفاده بکنید. با من همراه باشید. Thank you.
دوستان عزیزم، اینجا کتاب‌های فارسی زبان ارائه میشه که برای کشورهای فارسی زبان هستش، از جمله افغانستان، تاجیکستان و همچنین کشور خودمون ایران. شما اینجا میتونید کتاب‌های کودک، کتاب‌های مربوط به رشته تحصیلی خودتون و کتاب‌هایی که بهشون علاقه‌مند هستید رو پیدا کنید. لطفا با من همراه باشین که غرفه‌های دیگه هم بهتون نشون بدم. این حجم از شلوغی رو میبینم که مردم اومدن به کتاب و کتابخانه اهمیت میدن، واقعا خوشحال میشم، چون این امر خیلی مهمه که توی کشور ما جا بیفته، به خاطر اینکه دانش، اطلاعات عمومی و طرز رفتار و برخورد آدم ها با همدیگه فرق میکنه. وقتی که کتاب میخونن دانش و اطلاعاتشون بالا میره و این خیلی خوشحال کننده است که سرانه کتابخانه در کشور ما به سمت پیشرفت میره. کتاب‌ها رو با موضوع‌های مختلف پیدا کنید، مثلا کتاب‌های آینی، آینه فطرت، کتاب‌های مربوط به فلسفه، مثلا آیت اشراق که مربوط به شیخ سهروردی هست. شما میتونید تمامی کتاب‌ها رو اینجا پیدا بکنید. برای کودکان تهیه دیده شده که شما وقتی به کتاب خریدن میپردازین، کودکانتون هم میتونن اینجا بیستن و برنامه رو تماشا بکنن. کتاب و یه چیز خیلی جالب دیدم، اونم کتابای مربوط به هنر بود، اونم در زمینه تولید فیلم و بازیگری و کارگردانی که من واقعا عاشقشم و اثرهای واقعا جالب، اثرهای ویلیام شکسپیر، مجموعه آثار نمایشی که واقعا خوندنش به نظرم خیلی خوبه و آدم رو مهیج میکنه. ببینید چقدر طراحی‌های قشنگی روی این کتاب ها هستش، طراحی‌های خاص و واقعا گیرا که آدمو میگیره و دوست داره این کتابا رو آدم بخونه. کتابای مثل نگارش فیلمنامه کوتاه، نمیدونم دیگه، قصه گویی، جلوه های ویژه در تلویزیون و وظایف کارگردان در تئاتر که من واقعا عاشق اینا هستم. کتابی مثل ارتباط کلامی که شما میتونید بخونید و بهره ویژه از این کتابا ببرید. بیاید بخش های مختلفم بهتون نشون بدم. دوستان اینجا کتاب‌های مربوط به نوجوان قرار داده شده که ببینید چقدر تصویرها و تصاویر جلد کتابو چقدر رنگ‌آمیزیش قشنگه و چقدر گرافیکش
واقعا به نظرم خیلی خوب طراحی شده که میتونه نوجوان رو جذب بکنه به کتاب و کتابخوانی. از نمایشگاه کتاب و توجه هم رو جلب کرد اون غرفه. بیاید بریم ببینیم چی داره. از اونجایی که من از کتابای روانشناسی خیلی خیلی خوشم میاد، این کتاب توجه هم رو جلب کرد که بر اساس نظریات فروید هستش. به شما هم پیشنهاد میکنم حتما بخونید. بیاید بریم جاهای دیگر نشونتون بدم. چه کتابی دیدم، غزلیات شمس تبریزی. من عاشق شعر و ادبیاتم واقعا. دیوان بابا طاهر، غزلیات حافظ. بچه‌ها این غرفه چقدر جالبه، هم کتابای روانشناسی داره راجب کارما و این داستانا، همین که راجب تاریخ دختر ناصرالدین شاه توجه هم جلب کرد. گزیده اشعار و ترانه های ناصر فرهنگ فر. نکته‌ای که این خانم بهشون اشاره کردن همون جایی که توی ویدیوها اولم گفتم، این که ناشر و نویسنده کتاب‌ها به صورت حضوری اینجا حضور دارن که شما میتونید یه نمونه‌شو ببینید که آقای ناصر فرهنگ‌فر خودشون در غرفه حضور دارن، کتابشون هم اینجا هستن.
بخش از غرفه نمایشگاه کتاب و یه لحظه توجهم به این سمت جلب شد که دیدم یه سری دستگاه‌ها اینجا قرار داده شده که به جای اینکه ما هی بخوایم وقتمون رو تلف کنیم و دنبال غرفه کتابمون بگردیم، اینجا میتونیم راحت سرچ بکنیم. بیاین ما هم امتحان بکنیم ببینیم کار کردن باش چجوریه. مثلا من الان میخوام شاهنامه فردوسی رو برام ببینم غرفش کجاست و خریداری بکنم. الان اینجا وارد میکنم شاهنامه و سرچ میکنم ببینم غرفش کجا قرار داره، که اینجا ناشرانشو نوشته سروش. اینجا موقعیت غرفه رو برامون نمایش داد. 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1400 بخش فیزیکی سالن شبستان راهروی در غرفه 28. با همین راحتی شما میتونید برید کتاباتون رو خریداری بکنید. خب دوستان عزیزم، امروز هم به پایان رسید نمایشگاه گردی ما تموم شد. ما میخواییم کل جاهای دیدنی تهران رو، انشالله ایران رو با شما بگردیم و به شما نشون بدیم و شما لذت ببرید. خیلی خوشحال میشیم که ویدیو ما رو شیر کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو هامون رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید و ما رو حمایت کنید. تا یه ویدیوی خوب و خفن دیگه، خدافظ.